میتونه روی ما اثر بذاره. در ضمن من و شما باید این رو به خاطر داشته باشیم که Are we good on live? I see live video interrupted. Okay, would you please let me know so I have to stop if we're not going live. Are we good now? No, don't go by that. Do I have to stop? Okay, are we back on? Yes. Awesome. So maybe the issue that we talked about before, maybe we just have to forget about that right now so we don't lose connection. What do you think? We'll discuss that after, but we're actually live on air right now. Okay, great. So, پس نتیجتاً دوستان ما زمانی که این دوتا قضیه رو نگاه میکنیم که در این مسئله میتونه در جین ما باشه که ما این گرایش رو پیدا کنیم یا نه و در محیط زیستی ما این دوتا میتونه نقش خیلی مهمی داشته باشه، ولی در این حال باید این رو همیشه در نظر داشته باشیم که یک چیز ثابت وجود نداره. برای همین هستش که من و شما میتونیم در خانواده‌ای متولد بشیم که فرزند پدر اعتیاد داره و از بین 10 تا بچه دو تاشون میتونن اعتیاد بگیرن و 8 تاشون نگیرن و بنابراین هیچ چیز نرم به خصوصی نیستش که ما بگیم که اوکی اگر تمام اونهایی که توی خانواده کسی هستن که اعتیاد رو دارن میبینن و دارن تجربه میکنن معتاد میشن. در این حال میخوام اینجا یک پرانتز دیگه باز بکنم و اون این هستش که خیلی از اوقات ما میبینیم که در خانواده هایی که پدرها مواد مخدر استفاده میکنن میبینیم که خیلی از اوقات بچه ها متنفر میشن از اون قضیه و برعکس اون میتونن بچه هایی باشن که به هیچ عنوان به طرف مواد مخدر نمیرن و دست نمیشن. پس تمام این داستان ها هست. خب حالا که من و شما متوجه شدیم که یه قسمتی از اون میتونه جین ما باشه، یه قسمتی از اون میتونه محیط زیستی ما باشه، حالا بخش بزرگتر و مهمتر این هستش که در حال حاضر امروز ما میخوام راجع به نسل جوان صحبت بکنیم و از سال 2000 که من سمینار داشتم در دبی که برای از همتون خواهش میکنم که برین اون سمینار منو نگاه بکنین، روی یوتیوب هم میتونین گوگل بکنین سودی یزدی سمینار این دبی که 3 روز سمینار در دبی بوده و در اون زمان من داشتم از سال 2000 و 2012 که قرار بود طبق گفته یک سری از انسانها دنیا تموم بشه و به پایان برسه که ما اون رو توضیح دادیم نه از این خبران نیستش و اینا هم شایعه است و دنیا هیچ وقت از بین نمیره، همیشه هست تخت خیال همه راحت باشه، ولی کلن راجع به این قسمت ها صحبت کردم و به خصوص راجع به این که نسل جوان ما فوق‌العاده متفاوت هستن با نسل قدیمی. اوکی، پس نسل جدید ما دارن کاملا از یک کمپانی دیگه میان، دارن از یک سیاره دیگه میان و بنابراین این بچه‌هایی که از سال 2000 به خصوص از سال 2012 به بعد متولد شدن اینا کاملا دی ان ای متفاوتی دارن. اینها معلم‌ها و استادهای عرفانی هستن، بهشون لایت ورکر میگیم که اینا رینکارنیت کردن در این دوره و زمان که بیان ماها ناآگاهان نسل قدیمی و تمام خرابکاریایی که ما کردیم و تمام سمومی رو که داریم میپاشیم و کره زمین رو داریم نابود میکنیم، نسل جدید اومدن که با اون نورشون بیان این سطح آگاهی رو بیارن بالا. و ما بزرگترین مشکل رو داریم در حال حاضر و اون مشکل چیه؟ که پدر و مادرها فکر میکنند که اونها بچه‌اند و باید اونها بیان پروگرام درست کامل اینها رو به هم بریزن و پروگرام و باورها و فراگیری و یادگیری و تدریس اشتباه خودشون رو حالا روی اینها پیاده کنن. نتیجتا ما الان با 2 تا نسل کاملا متفاوت هستیم که یک زبان رو دارن صحبت میکنن، یه زبان مشترکه ولی حرف همدیگر رو نمیفهمن. اوکی،
پس بنابراین میتونم به شما بگم که حداقل در این 15 سال اخیر تمام جلسه های خصوصی من که با نوجوانانی که اعتیاد داشتن گذاشته شده، اولین و مهمترین بخش اینه که پدر و مادر من رو نمیفهمن. دو تا زبانه کاملا جدا از همدیگه هست. پس اگر که پدر مادرها از دید من واقعا بخوان کمک کنن به بچه هاشون، اولین قدم از نظر من این هستش که متوجه بشیم که اعتیاد اعتیاد بیماری نیست، بلکه جدا شدن و کمبود اطلاعات عرفانی باعث این اعتیاد هست. چرا اینو دارم بهتون میگم؟ به خاطر اینکه در هفته گذشته آقای خیلی سریع کاملا به هم ریخته بودن و میخواستن با من جلسه بگیرن، و زمانی که ما با هم دیگه جلسه گرفته بودیم که واقعا ممنونم از ایشون که انقدر وانربول بودن، شکنن بودن، گریه کردن، اشک ریختن، راجع به مشکلشون صحبت کردن. در یک جلسه وقتی که من به ایشون گفتم سیم های شما قطع شده و دوباره برگشتیم و این سیم ها رو وصل کردیم به یونیورس، یک جلسه روز بعدیشون کلی چیز عشق و نمیدونم مرسی و رابطه درست شد و اون دو قضیه درست شد و همه چی. چرا؟ به خاطر اینکه مشکل اون چیزی که ما فکر میکنیم نیست، مشکل اون اصل قضیه ریشه است که آیا من و شما سیمامون، آنتنامون به جهان هستی وصله، به خالق، به کریئتر یا نه. و به محضی که ما اون سیما رو دو مرتبه وصل میکنیم، اون کل آگاهیه، اون دید ما، اون تصویر ما، اون شفافیت ما، بخشش ما، عشق ما، همه دو مرتبه بر میگرده. اوکی؟ پس نتیجتاً پدر مادرها چیکار باید بکنن؟ باید زبان جدید رو یاد بگیرن. اوکی؟ این مثل این میمونه که من و شما رفتیم فرزن یه دوره‌ای الفبا رو یه جوری یاد گرفتیم، بعد حالا اومده این الفبا و این سیستم نوشتن دوباره تنظیم شده و به یک شکل بهتر و کلیتر و آگاهانه تر در اومده. پس ما باید بریم اون لنگویج یا زبان جدید رو یاد بگیریم که بدونیم چجوری با نسل جدید کار کنیم. نسل جدید بچه های فوق‌العاده حساس‌تر و به خاطر اینکه فوق‌العاده باهوش‌ترن. اوکی؟ بنابراین دو مرتبه در تجربه چندین و چند ساله جلسه های خصوصی من که فرزن مادرها اول جلسه گرفتن و بعد بچهشون اومده توی کار، به زودی ما اینو متوجه میشیم که بچه ها آگاه تر از مادرها هستن و بچه ها بهتر میفهمن، مقدار آگاهیشون بالاتره. چرا؟ چون به خاطر اینکه با گرید بالاتر یا با سیستم بهتری اومدن اینجا. خب پس یکی از بزرگترین مشکلات این هستش که چندین سال پیش یکی از برنامه‌هایم که من گذاشتم، متاسفانه یکی از بچه‌های نوجوان ما که خودش رو کشت، و من یک برنامه به خصوص رو روی یوتیوب فقط برای شان گذاشتم که اسلحه برداشت و خودش رو کشت، و اون به خاطر نفهمیدن داستان اصلی این پسر بود، به خاطر اینکه زمانی که مادرشون بعد از سالیان سال متوجه شدن که این اعتیاد داره و پنیک کردن و با من تماس گرفتن، من بهشون گفتم که من باید یه دورانی با این روزانه حتی یک ربع هم اگر شده با هم دیگه اسکایپ کنیم، چون شهر دیگه بودن. و بعد ما نرسیدیم به توافق در اینجا و تصمیم گرفتن که ببرنش اکسری مغزی بگیرن، یکی گفت سرش تومره، بردنش پیش یکی دیگه، گفتن که نمیدونم بهش ساپلمنت و چیز بدیم، بریم با هورمون‌های مغزی بازی کنیم. و در تمام این طول این داستان‌ها این بود که این بچه فوق‌العاده آگاه بود و اینکه فوق‌العاده حساس بود و در هر زمان تپ می‌کرد توی یونیورس دیگه و اون اطلاعات رو با خودش می آورد و این دوتا با هم دیگه مچ نمی کرد. می دونم که الان هم من یه سری از آدینسم و بیننده و شنونده هم از دست دادم، چون نمی دونم این چی داره میگه. این هستش که من اینو براشون توضیح دادم، ولی چون که تصمیم نگرفتن که با من کار کنن و تصمیم گرفتن که ببرنش توی راه دیگه،
متاسفانه زمانشون رو از دست دادن و این بچه با اسلحه خودکشی کرد. امروز هم که میدونیم که در صورت در امریکا اسلحه این ور اون ور همه جا در اکسس هست. اینو نمیگیرم به خاطر اینکه ترس و فیر به وجود بیاد، اینو دارم میگم که شاید احتیاج هست که یک تلنگری زده بشه و بعد شما متوجه بشین که آها پس ما بچه‌هامون رو نمیفهمیم و زبان همدیگه رو صحبت نمیکنیم. و در این کیس به خصوص که بهتون میگم، بعد از اینکه این اتفاق افتاد تازه من شروع کردم جلسه با مادر ایشون گذاشتم که چطور این تروما و دراما رو بتونن هندلش کنن یا بتونن باهاش کنار بیان. اوکی؟ پس میخوام اینجا اینو بگم، حرف اصلی یا پوینت اصلی من اینجا این هستش که به جای اینکه بذارین به مرحله برسه که اون وقت یک عمری بخواین تأسف بخورین و واقعا از دست دادن فرزند جوان یکی از بزرگترین دردها برای خانواده ها هستش، بنابراین بیان بنابراین بیایم به جای اینکه اون صدمه اتفاق بیفته ما خودمون رو آگاه کنیم. چون همین چند روز اخیر من دارم سناریو رو میبینم که پسر جوون با من تماس میگیره، میخواد جلسه بگیره. مامانشون چون من و اون زبان همدیگر رو میفهمیم، متاسفانه خانواده فوق‌العاده استریت فورورد، اصلا به این کار و این داستانا باور و اعتقاد ندارن و میدونم که اون صحنه دوباره اتفاق خواهد افتاد، به خاطر اینکه من دیدم در طول این زمانها که وقتی که مادر و پدرها انقدر مشغول خودشون هستن و تمام اون برنامه ریزی های خودشون که عشق به خود ندارن کافی نیستن، وسواسشون و انقدر درگیر بیماری های روحی خودشون هستن که بچه ها رو نمی بینن و نمیشنون، ما مواجه با اینها خواهیم شد. پس زمانی که من و شما روبرو هستیم با بچه‌ای که اعتیاد داره، شما هم همزمان با اون بچه باید درمان بشین. پریروز برای این دوست عزیزمون فرستادم که شما از یکی دیگه از دوستان کمک گرفتم که ایشون هم پسرشون اعتیاد داشتن و گفتن که در امریکا ریهب هست و الان هم ریهب مجانی میتونین بگیرین که بچه ها 3 ماه تحت کنترل اینها هستن و دوباره 3 ماه بعدی به اسم سوبر لیوینگ بهتون میدن که اینا در واقع باید برن اونجا مستقر بشن، برن کارشون رو بکنن، ولی شب باید برن اونجا بخوابن. و بعد اینکه فرقی نمیکنه، به خاطر اینکه یه سری از دوستان ما در امریکا نه مال ایرانیا رو نمیریم، نمیدونم ایرانیا به خوبی مال امریکا نیست. اوکی، اگه میخواین 30,000 دلار دارین و میخواین خرج کنین، برین 30,000 دلار بدین، ولی دولت امریکا الان این اختیار رو در براتون گذاشته. اما همینطور که با مادر این دوستمونم صحبت کردم، گفت در دورانی که در این چندین و چند سالی که این میرفت تو ریهب، ترک میکرد، دوباره میومد بیرون، دوباره بر میگشت و تمام این داستانا، من به عنوان مادر روزی 3 هفته 3 یا 4 بار باید میرفتم که یاد بگیرم که چجوری باید با این بچه دیل بکنم، چجوری باید فلجش نکنم و اینکه ما چجوری باید روی خودمون کار کنیم و چه رفتاری داشته باشیم. به خاطر اینکه ببینین یه قضیه مهمی که هست اینه که اگر که فرزن ما میبینیم یه کسی، بچه ما چه میدونم دروبر ما کسی افسردگی داره، اون کامپشن و اون فهم و اون درک بلا فاصله تو ما هست که او افسرده یا که بیا کمک بگیریم، چی کارت کنیم، مهربون تر میشیم، بیشتر را میایم. اما برعکس اون، وقتی که ما با دراگ ادیکشن یا اعتیاد به مواد مخدره، بلافاصله خودمون خشم و عصبانیت و فکر میکنیم که او چرا نمیتونیم، مگه کار سختیه، و رفتارمون رفتار بد، خشن و چیزی میشه.
در صورتی که اینم یک بیماری روحی و روانی، هیچ فرقی نمیکنه با افسردگی یا فلج بودن یا ناتوانی. نتیجتاً به جای اینکه درک و فهم و عشق ما بیشتر بشه، اون خشم ما، چون من میدونم که اینا کارایی میکنن که شما رو، نقطه هاتون رو فشار میدن، میدونم که ماشینتون رو نصف شب برمیدارن میرن میزنن، تصادف میکنن، میدونم که یه داستان دزدی میکنن، این کارو میکنن، همه یه این داستان ها هست، ولی با خشم نمیتونین جلو برین، به خاطر این اتفاقی که افتاده این هستش که در اول اگر که ما واقعا با خودمون رو راست باشیم، متوجه هستیم که اون حضور نداشتن ما برای بچه ها، اون ندیده نشدن، شنیده نشدن بچه ها با ما، و همه اینها هستش که این مسئله رو به وجود آورده. به خاطر اینکه بارها بهتون گفتم وقتی که اون آنلاین کورس رو من گذاشتم، کلاس اولش که من کی هستم که این همه دارم میگم، ولی دوستان فهم کنن خب حالا لایف هست دیگه، حالا یه ذره از این میشنویم و یه ذره میریم از گنج حضور میشنویم و یه ذره از این بر اون بر میشنویم و بالاخره حالا آگاه میشیم و نمیدونم داستانمون حل میشه. ولی خدمتتون گفتم که 6 ماه من وقت گذاشتم تا اون 18 تا کورس رو درست کردم. دلیل داشت چرا؟ بخاطر اینکه یک عمریه کار من اینه، جلسه خصوصی دارم با مردم، با سیستم فکریشون، احساسیشون، فیزیکیشون دارم کار میکنم و تمام قسمت هایی که لازم بود رو جمع‌آوری کردم در 18 تا کورس اونجا گذاشتم. و سومیش در این لحظه حضور داشتنه. وقتی که شما انقدر غرق خودتون هستین برای یه سری از افرادی که فرزن داستانهایی در گذشته داشتن که نمیدونم ازدواجی داشتن، بچه‌ای به وجود آوردن، بعد اومدن رفتن ازدواج دوم کردن، بعد در این ازدواج دوم ما انقدر باز نیستیم که بگیم آره ما گذشته‌ای داشتیم و بچه‌ای داشتیم و تمام مدت دارین از گذشته فرار میکنین که حالا کسی در این ترس و وحشت که از جایی نزنه بیرون، کسی نفهمه که این من زندگی دیگه ای داشتم و صاف نبودم، شفاف نبودم و اینو نگفتم. خب مشخصه که شما با این خصوصیات هیچ وقت اونجا در اون رابطه نه با بچه، نه با شوهر، نه با هیچ کس دیگه حضور ندارین، چون خودتون تمام مدت مشغول و در فرار و در ترس و در وسواس و در نگرانی و همه اینا هستین. خب چجوری شما تونستین هیچ وقت این بچه رو ببینین یا بشنوین یا باهاش یکی باشین یا باهاش احساس نزدیکی بکنین یا اون بچه حس کنه که شما رو میفهمه؟ در صورتی که وقتی این بچه‌ها اینقدر حساسن، اونا دارن انرژی شما رو میخونن که چقدر انرژی اسکدر این ور اونور رو هوای نمیدونم افسرده انگزایتی سیستم، و شما دارین ناخودآگاه این حس رو به اون بچه ها دارین تمام مدت منتقل میکنین بدون اینکه خودتون آگاه باشین که اونا خیلی باهوش ترن. وقتی شما در رابطه خراب هستین و با چه میدونم دوتا با زن و شوهر با هم دیگه نمیسازن و شما در این خیال و باورین که اوه حالا جلوی اینا دعوا نکردیم اینا نفهمیدن، اون سردی و اون انرژی سنگین و اون تمام این داستانا بچه‌ها دارن حس میکنن. پس نتیجتاً زمانی که اینا به طرف مواد مخدر کشیده میشن، اولین چیزش شنیده نشدن، دیده نشدن، نفهمیدنه. چون هیچی بدتر از این نیستش که شما فکر کنید ما تو هر رابطه‌ای که بریم زمانی که طرف ما رو نمیفهمه، خب ما خیلی مسائل برامون پیش میاد که این آدم منو نمیفهمه، این منو نمیشنوه، این منو نمیبینه، من یه چیز دیگه میگم و یه چیز دیگه داریم. خب پس زمانی که تمام این داستانا هست، در اول ما بچه ها رو از دست دادیم، یک احساس تنهایی. و میخوام اینجا اینو به خدمت شما بگم، به خاطر اینکه خود من به خاطر از یادم میاد از سن 5 یا 6 سالگی که یک حسی در من بود که خانواده من خانواده من نیستن، چون خود من متوجه بودم از سن 5 سالگی که سیستم فکری، احساسی، باورها، عقاید، اون جوری که لنزی که من دارم دنیا رو نگاه میکنم کاملا ما خانواده من متفاوته، ما دوتا دنیای کاملا جدا و متفاوت هستیم. که پس ما از اون زمان میدونیم که آیا ما داریم با خانوادهمون کلیک میکنیم. خوشبختانه من در خانواده که بچه آخر رو نمیدونم تو بغل رو نمیدونم منو پایین نذارن و تمام این داستان رو، ولی هیچ فرقی نمیکنه زمانی که من قلبن روحن احساس میکنم که I don't belong here، من به اینجا تعلق ندارم، اون حس متعلق نبودن
در یک جایی در یک خانواده اون اولین قضیه است برای ما که اون حالت سپریشن، جدایی و آیسولیشن، تنها بودن و توی چیز رفتن هستش. و چند وقت پیش هم یه پست براتون دادم که گفتم شمایی که امروز من رو میبینین الان میام میشنم یک ساعت، چه میدونم سه روز چهار روز میتونم سمینار بذارم و نانستاب حرف بزنم، جزو کسانی بودم که فوق‌العاده آیسولیتد در دنیای خودم. و اینکه تا سالیان سال من فکر میکردم که به کی میتونم بگم که من چی فکر میکنم و در مغز من چی میگذره و لنزی که من دارم این دنیا رو میبینم. زمانی که متوجهم که لنز دیگران کاملا با لنز من متفاوت هستش، چطور من بیام این رو برای دیگران توجیه بکنم؟ نسل جوان همینن، همین حسی که در من هست که ما کاملا متولد میشیم با لنز فوق‌العاده متفاوت و اگر لنز ما با لنز تمام گروه دیگه نمیخونه، اینجا برای ما مشکل پیش میاد، چون ما انفرادی میشیم و این ربطی به منیت بزرگ و نمیدونم این فلیم منیت ما نداره. این یک واقعیتی که لنز ها با هم دیگه نمیخونن. نتیجتاً اون وقت ما میایم بیرون، بعد یواش یواش چی میشه با بچه ها، با کسایی که اون سول فامیلی، کسایی که فامیلی روحی ما هستن، با اونها نزدیک میشه. و در اونجا هستش که ما میبینیم از سنهای کم بچه ها، همیشه ما این کانسپت هستش که فرزند سیگار کشیدن کوله، کارهایی که ما میدونیم که بزرگا انجام میدن. و در سن خیلی پایین ما متوجه میشیم که فرزن اولین باری که من یادم دوستام اومدن خونه ما، چندام ما شاید 11 سالمون بود و رفتیم شراب آوردیم و واس کردیم و شراب ریختیم خوردیم، و چون کارهایی بود که میدیدیم انجام میشه ولی خب برای سن ما درست نبود و جذابیتش این بود که یادم من 12 سالگی شروع کردیم سیگار کشیدن، چیزایی که جذابه و به خاطر اینکه ما میخوایم توی گروه باشیم و کم نیاریم و بگیم belonging، این فوق‌العاده مهمه که ما بدونیم در یک گروهی، حالا دوستاست نمیدونم تمام این داستانا، ما متعلق هستیم به اون گروه. نتیجتاً بچه ها خیلی از اوقات سیگار و مشروب و نمیدونم مواد مخدر رو شروع میکنن به خاطر اینکه میخوان توی اون گروه باشن و بگن ما هم هستیم و جدا نشن. و خیلی از اوقات میبینیم که بچه ها مسخره میشن برای اینکه فرزن اگر مواد مخدر رو رد بکنن، فرزن آتو امالی و نمیدونم جز ما نیستی و از این داستان ها. نتیجتاً خیلی از اوقات من میبینم که بچه ها بر من تعریف میکنن که آره رفتیم پارتی سن 13، 14، 15، 16، که خیلی از مادر پدرها که فرزن رو هوان فکر میکنن که آره این الان تو این سن مثلا میرن یه موزیکی میزنن و یه رقصی میکنن، در صورتی که در اون پارتی ها کوکین هست، نمیدونم ماریجوانا، همه چی داره میچرخه، مشروب و همه این داستانا. و خیلی از اوقات میگم شما در آگاهیتون نیست، ولی وقتی بچه ها زر میزنن میگن حالا دیگه دیر شده، امشب همه دارن سلیپ اوور میکنن، میشه منم ببونیم؟ یعنی برنامه تا صبح و روز بعد هست، جایی که فرزن یه خانواده رفتن مسافرت و داستانا بچه ها هستن. این حقیقته. در اولین چیز به جای اینکه بخوام بخواد به جای مادر پدر بترسیم و وحشت کنیم، باید متوجه بشیم که این حقیقت هست و این داستان هست. اوکی. و امروز دیگه میبینیم که چه میدونم، من خودم چون توی فیلد عرفانی هستم، میدونم تمام جایی که میرم، نمیدونم توی دزرت میرم، سر این ور اون ور، در فضای عرفانی ماریجوانا کشیدن و مدل سیکس و آزادی و راحتی و تمام این داستان هست، و همینطور در بین بچه ها و در بین نسل جوان. اون مشکل من و شمایی نیستش که چطور بیایم اینها رو مانع بشیم که مواد مخدر، اصلا داستان اون نیست. اگر من و شما بخوایم اون صورتی که من همیشه معتقد هستم که باید روی ریشه کار کنیم، ریشه داستان چیه؟ ریشه ما اینه که چه چیزهایی، چه علائمی، چه باورهایی، چه اعتقاداتی، چه روشی، چه متدی ما به وجود میاریم و پیش میریم
که اونها باعث میشن که بچه‌ها گرایش پیدا کنن به این قضیه. اوکی فرضاً من تو خودم تو خانواده‌ای بزرگ شدم که اصلا خیلی مثل خیلی از خانواده‌های ایرانی، چون من تا نوجوانیم در ایران بودم، استفاده تریاک و اینا واسه خیلی چیز عادی بود و مسئله مشروب بود و نمیدونم این داستانا بود و ما در اونجا بزرگ شدیم. ولی اون چیزی که باورهای خود من در مورد پیشرفت و قدرت و توانایی و ساختن و تمام این داستانا، هیچ وقت منو مواد مخدر جزو نه بود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه باور شخصی من این بود که اون موفقیتی که تو میخوای بهش برسی باید فیزیکت ساخته بشه، باید مغزت ساخته بشه، باید احساست قوی باشه. نتیجتا مواد مخدر با اون برنامه اصلی من نمیخوند. اوکی؟ اما شما میبینین که خیلی از خانواده ها برعکس این اتفاق میفتن. پس نتیجتا در این حال که در اون خانواده‌ای که من بودم مشروب خوردن و مواد چه میدونم چیز کشیدن مسئله عادی بود، در این حال تحصیلات و چه میدونم نمره خوب گرفتن و نمیدونم تمام این چیزها بود، به اضافه این که در یک خانواده خوشبختانه من متولد شدم که خانواده اینتلکشوالی بودن. برادر بنده اون موقع هر از سن چه میدونم 9 سالگی 3 تا کتاب میخرید، آخر هفته میومد با من میشست، من بعد در این مدت اون 3 تا کتابو خونده بودم و مجموعه نویسنده شدم. پس بنابراین همه اینا با همدیگه اومده بود. اوکی؟ پس وقتی که ما میخوایم این سیستم رو بسازیم، باید بدونیم که فرزند وقتی که ما اون دورانی که ما بچه هستیم، اگه من میگفتم آ که مادر رو همه میپریدن، اون اعتماد به نفس، اون توجه گرفتن درش بود. من به خاطر میارم مادر من که خیلی سال فوت کردن، ولی یادم میاد از اون زمانی که من بچه بودم همیشه و همیشه مادر من همه جا بودن. معلم موسیقی که میگرفتن اون بغل نشسته بودن، در چه میدونم تیم والیبال من همیشه ردیف اول بودم، چیز که بازی میکردم، تاج که بازی میکردم ردیف اول، هر کار رو، یعنی زندگی ایشون روی برنامه های من میچرخید. و این فقط یه چیز رو نشون میده، اهمیتی که تو داری. و همیشه مامان من به من گفتن من اولین و بهترین دوست تو هستم. نتیجتا اون سنای کوچیک که ما عاشق میشیم و اون پسر نامه عشقی نوشت و فلاینا، من به مامانم میگفتم و ایشون هیچ چیزی عکس العملی نمیدونم همه چی و باهاش میرفتن و واقعا پریتند میکردن که پریتندم نه عداشو در نمیرم، گفت من بهترین دوست تو هم. و من یادم میاد که ما چه میدونم 11-12 سالم بود، دوستای من تو اتاق من بودن داشتن سیگار میکشیدن و مامان من متوجه شدن، چون یه جوری بود که پنجره شیشه بود تمام خونه، مامانم اونور داشتن گلا رو آب میدادن و بعد دوست من یهو دید مامانم داره گلا رو میده، مامانم اصلا برو خودشون نیوردن، ولی شبش به من گفتن عزیزم سیگار کشیدن پوستتو خراب میکنه، اینجوری میکنه اونجوری میکنه، ولی اگر میخوای بکشی هیچ کاری رو پنهانی نکن، جلوی روی خود من هر کاری میخوای انجام بده. پس اونی که ما به عنوان یک مادر یا خانواده باز هستیم و اون دوستی رو به وجود میاریم، بچه ها رو راحت تر میکنه که بتونن تمام افکارشون و ایده هاشون و کارایی که میکنن. نتیجتا یکی از چیزایی اینه که هرچی ما بچه ها رو محدود تر میکنیم، خودمون رو از اونا جدا تر میکنیم. هرچی ما بیشتر راجع به احساسات صحبت میکنیم و اجازه میدیم که اونا راجع به احساساتشون صحبت بکنن، و ما باید ببینین، اگر میخوام یکی از به نظر من یکی از مهمترین چیزهایی که مادر و پدر میتونن کمک کنن که بچه ها گرایش پیدا نکنن، حضور داشتن در این لحظه است. که وقتی که بچه ها صحبت میکنن، شما هر کاری دارین بذارین زمین. یعنی اون چیزی که به من و شما در کودکی میگه که هیچ چیزی مهمتر از تو در زندگی من نیست و به محضی که تو منو میخوای من هر کاری دارم میریزم و تمام گوش و چشم و حواسم با توه، اون گارانتی سالیان ساله که به ما کمک میکنه که اون نوریشمنت
تجزیه شدن، اونی که ما مهمه، ما اهمیت داریم. چون باور داشته باشین یه سری از کارهایی که ما میکنیم چیه؟ تو بچگی عشق نگرفتیم، تو بچگی توجه نگرفتیم، تو نمیدونم تو سرمون خورده، کامل نبودیم، پر نبودیم. پس اگر عنوان مادر و پدر از کودکی بتونیم اون رابطه عمیق رو به وجود بیاریم و واقعا حضور داشته باشیم و به بچه ها بگیم که ببین هیچ چیزی نیستش که تو بخوای به من بگی که فکر کنی من نمیفهمم، اگر نمیفهمم کمکم کن که بفهمم، ولی استاپ نکن از این کامیونیکیشن یا این رابطه که من و تو بتونیم با همدیگه بهترین دوست باشیم که بشنویم. و در اینجا میخوام بهتون بگم دوستان، من یادم اون موقع که تینیجر بودم تمام مدت دوستای من بعد از مدرسه خونه ما بودن، حتی زمانی که من خونه نبودم اینا همه خونه ما بودن و همیشه میگفتن که من میومدم بعضی وقتا میدیدم اینا نشستن برای مامان من راجب دوست پسرشون، راجب عشقشون، راجب اینی که نمیدونم چیکار چیکار داشتن برای مامان من تعریف میکردن. پس بدونین اینو که هرچی شما بچه ها رو آزادتر بذارین و اون وقت و زمان رو بذارین بهشون اون حس رو بگین، و اگر میگی نمیفهمی، به خاطر اینکه من جزو حالا این تعریف هایی که میکنم جزو بدترین بچه ها بودم، هیچ وقت سر کلاس درس نبودم، همیشه تو زمین بازی بودم، تا نصف شب والیبال بازی میکردم، تمام این داستانا بود، ولی یک بار به خاطر نمیارم که مامان من به من گفت چرا این کار رو میکنی؟ غلط این کار رو انجام دادی، اشتباه داری انجام میدی. برابر این هر کاری که میشد ایشون به من گفتش که اوکی متوجه میشم، و اگه من یه زمانی گفتم با شما هم که اصلا هیچی نمیفهمه میگفت کمکم کن که بفهمم. اوکی، یعنی نمیرفت تو منیت که ای بچه بی تربیت رو نمیدم پر روی این حرفا چیه، آدم با مادرش اینجوری حرف نمیزن با بزرگ. اوکی عزم نمیفهمم، کمکم کن که بفهمم، من میخوام بفهمم. خب پس نتیجتا قسمت هایی که ما داریم از دست میدیم واقعا اون ریشه بنیاد اولیه است، و اونی که چقدر ما حضور داریم، چقدر با بچه ها هستیم، چقدر داریم این پایه دوستی عمیق رو میذاریم که واقعا اونا احساس بکنن که خیلی چیزا رو دارن. این مسائل تو مسائل فقط اعتیاد نیست، تو مسائل سکشواله. شما نمیدونین که بچه ها از چه سن کمی شروع میکنن وارد روابط سکشوال میشن. بچه هایی که با پدر خونده شون دارن چه میدونم باشون سکس دارن، نمیدونم، میدونیم که اصلا این یه دلمای خیلی بزرگ هستش، به خصوص در فرهنگ ایرانی، که بچه های شما نمیتونن بیان به شما، اون احساس راحتی رو نمیکنن از شما که شما همون زمان بتونن بیان بهتون بگن. و متاسفانه من اینو دیدم، انقدر جلسه گذاشتم افرادی که بهشون تجاوز شده، و زمانی که از برادر و خواهر و دایی و عمو و وقتی که رفتن به مادرشون گفتن، بزرگترین تأسف روزگار ما که مادره برگشته گفته که تازه تقصیر اون انداخت و میخواستی خودتون اینجوری کنی، و باز میرن طرف پسر رو میگیرن، باز رفتن طرف مرد رو گرفتن. و ما واقعا چه انتظاری داریم که این بچه‌ها مثلا بشن بهترین دوست ما و طرف مواد مخدر نرن و نمیدونم یک عمری ایشو با سکشوالیتیشون، با نمیدونم رابطهشون، با تمام این داستاناشون نداشته باشن. پس اگر که من و شما اون چیز رو بذاریم و اون زمان اولین باری که بچه ها بهشون دست درازی میشه بتونن بیان به شما بگن، و اون احساس گناه رو شما ازشون بگیرین که یک عمری تا 60 سالگی 70 سالگی اینو تو خودشون با خودشون نکشن، چقدر میتونیم به این قضیه کمک بکنیم؟ How much longer do I have? Okay. Okay, so we did a cut and we restart? Yeah, whenever that first cut happened after the first 13 minutes. Right. Yeah. Okay, great. Thanks. Okay. خب پس نتیجتا درست هستش که این یک بیماری روحی و روانیه،
و ما متوجه این قضیه هستیم. اعتیاد، بیماری اعتیاد فرقی با بیماری افسردگی، با بیماری وسواس، با هیچ کدوم از بیماری های دیگه نداره. ولی کلن میخوام بگم که اگر من و شما بخوایم یک ریشه اساسی براش پیدا بکنیم، این هستش که متوجه بشیم که اگر که این شخص به عنوان آینه الان داره این اعتیاد رو به دید من میاره، نتیجتاً این بیماری در من هم هست. اوکی؟ چرا من و شما فکر میکنیم که اون مریضه و من و شما نیستیم و این جدایی رو بین خودمون میزنیم که آره تو مریض و بیماری، باید یه کاری در مورد تو انجام بشه، باید ببرم یه ریهب، نمیدونم اینجوری اونجوری بکنیم، ولی من بیمار نیستم. به خاطر اینکه همونطور که اول گفتم، کلابی که ما داریم شروع میکنیم، این کلاب ما چیه؟ کلابی که ما هممون اعتیاد داریم، فرق نمیکنه حالا به رفتار بده، اعتیاد به کتک خوردن، اعتیاد داریم که بد تریتمون بکنن، با همون بد رفتار بکنن، بالاخره هممون جزء این گروه هستیم. من احساس میکنم که احساس من اینه که اگر ما بیان بگیم که اوکی من کاملا متوجه اعتیاد تو میشم و منم اعتیاد دارم و ما شروع کنیم راجع به اعتیادمون بگیم و بگیم که آره منم اعتیاد به این و این و این و اون دارم، پس تو چی فکر میکنی که اگر من و تو بیان با همدیگه کمک بگیریم و روی این اعتیادمون کار بکنیم؟ یکی از بزرگترین اشتباهایی که ما میکنیم اینه که زمانی که متوجه میشیم کسی اعتیاد داره، شروع میکنیم حمله کردن و شروع میکنیم کارای بد اونا رو، زخمایی که توشون هست و خیلی آویسه، خیلی مشخصه که اینا این زخما رو دارن، اون زخما رو دوباره به توجهشون میاریم. بعد شروع میکنیم، خواهش میکنم این تیکه رو با من باشین گوش کنین، شروع میکنیم زدن بیشتر اونا که آبروی من جلو خانواده رفت، ما اصلا همچین چیزی رو نداشتیم، این دیگه چه فاجعه ای بود، نمیدونم حالا چه جوری به فک و فامیل بگیم، حالا دیگه باعث تو باعث خجالت ما شدی، حالا بعد اینو از همه قایم کنیم، چطوری همچین فا هی شما قضیه رو گنده تر میکنی و کسی که حسش نسبت به خودش بده و خودش رو میزنه و دلیل اولی که اصلا رفته به این اعتیاد کشیده شده به خاطر حس بد خودش نسبت به خودش بوده، حالا تازه شما اونو براش بزرگتر میکنید. خیلی سوال اومده بود که در مورد کسایی که اعتیاد دارن چجوری باشون رفتار کنیم. به نظر من رفتار درست ما این هستش که به جای اینکه اون رو بزرگش کنیم و نور افکن بنازیم و هایلایتش کنیم، نورش رو کم کنیم. ببینیم، من متد من وقتی جلسه خصوصی میذارم اینه که افراد اول جلسه گریه زاری این در اون در این بر میزنن و بعد من دیروزم دادم یه پست براتون اومد که گفتم گذاشتن که اگر که کوران داره میکنن دیگران، اگر دیگران کوران رو به وجود آوردن، شما وارد کوران اونا نشین، بلکه اونها رو به پیس آرامش خودتون دعوت کنین. و این دقیقا همین داستانه. وقتی که اونا حس بده، احساس خرابه، نمیدونم حساس بودنشون، درک نشدنشون، فهمیده نشدنشون، نمیدونم تمام این داستانا به هیچ جا تعلق ندارن، رو زمین و هوا، نمیدونن کجا باید برن، میدونن با یه دی ان ای و یه سیستمی اومدن ولی بلد نیستن اون سیستم رو چجوری رو این زمین با این آدمای کج و کله دیوونه یه نمیدونم نفهم که نمیفهمنشون چجوری بیان خودشون رو توجیه کنن به خود به اینا بفهمونن، نمیدونم تمام این داستانا،
اولین قسمتش این هستش که من و شما، من چیکار میکنم؟ اینا رو، این آتیش رو میخوابونمش. فرزن به من میگن که آره من تجاوز کردم، آره اینجوری شد، احساس کنم، میگم اوکی خب تجاوز کرد. به خاطر چی؟ خود این به افراد شاک میده. هیچ چیزی نیست که کسی دیگه بعد از این همه سال میتونه به من بگه که من تا حالا نشنیدم و تا حالا تجربه نکردم و نفهمیدم از کسی. اوکی. ولی متدی که من قضیه رو گندش نمی کنم، میگم خب سیگار بکش، بکش، مشکل سیگار چه؟ مشروب بخوری، این مسئله چه؟ و خابوندن و کوچیک کردن اون سایز مشکلیه که اینها در کله خودشون انقدر گندش کردن. و شما اول جلسه رو نگاه کنین، تا یک ساعت آخر جلسه دو تا آدم کاملا متفاوتن در از یک ساعت. چرا؟ به خاطر اینکه تا حالا نشده من جلسه داشته باشم که یک کسی بگه برای اولین بار یکی داره منو میفهمه، برای اولین بار یک کسی درست منو میشنوه، برای اولین بار یکی داره زبان من رو صحبت میکنه و برای اولین بار تونستم تمام ماسکا رو بریزم و برهنه اون چیزی که هستم توجیه بکنم. همین تمومه. اگر که من هیچ کار دیگه ای نکنم، از اول فقط اینا یه ساعت حرف بزن گوش بدم و فقط بگم میفهممه، من اینجا بر تو هستم، میفهممه، نه که الکی بگم، 100% حضور، میفهممت، حست میکنم، اینجا هستم برات و باهات میمونم، داستان تمومه. اوکی؟ پس شما نمیخواین احساس گناه کسی رو بیشترش کنین، میخواین احساس گناه ها ازشون بگیرین. شما نمیخواین زخم کسی رو عمیق‌ترش کنی، میخواین زخم رو مرهم کنی با عشق، با شنیدن، با فهمیدن. و یکی از روانشناسای عاصم ما که من خیلی عاشقش هستم اریکسون هستش، متد اریکسون هم معروفه. و اریکسون کاری که کرد اینه که وقتی که آدم ها می اومدن پیشش، خود اونا رو به خودش بر می گردون و هر متدی که اونا حرف می زدن اون میمیک می کرد، همون سیستم رو بر می گردون به خودش. چرا؟ چون متوجه بود که افراد اون چیزی که شبیه خودشونه می فهمن و باهاش کنکت می کنن. اوکی؟ بنابراین اگه یارو میمد میگفتش که دکتر ارسان من خیلی افسردم، احساس میکنم که دیگه زندگی تموم شده، زندگی سیاهه، هیچ هوپی، هیچ امیدی، هیچ چیزی برای من نیست، گوش میکرد، دقیقا اونو میمیک میکرد، میگفت آره منم کاملا با تو اونجا، شاید هیچ راه دیگه ای نباشه، منم اونجا بودم که به نقطه زیر رسیدم و اصلا احساس کردم که هیچ دوری نیست، هیچ دری باز نمیشه، ولی امکان داره یه راه دیگه بره. یهو این یارو متوجه میشه که اه یکی داره منو میفهمه، برعکس اون یکی دیگه من گفت اصلا متد کار نمیکنه، من بی خودی باش نمیدم، اینقدرم پول فلان میدم به تو، اونم همونو میمیک میکرد، گفت تو دقیقاً درست میگی، منم بودم پیش خیز دارم، آخه کدوم گوساله پا میشه بره اینقدر پول بده بشه یکی که اصلا نمیشناسه. یارو به خودش میگه این روانشناسه داره قشنگ با من کانکت میکنه، منو درک میکنه، منو میفهمه. برین دکتر اریکسون متدو چک بکنین. گوش میکرد، کاملا کپی میکرد، همون شکلی که طرف رفتار میکرد همونجوری باهاش برمیگشت. و بعد ببینیم ما چجوری دوست پیدا میکنیم، همینه دیگه. اون کسی که با ما همون مدل ما حرف میزنه و میچرخه و نمیدونم چیز میکنه، این شبیه خودمونه، منو میفهمه، من درک میکنه، باش دوست میشیم. و بعد میخوام اینجا بهتون بگم که من خیلی سال پیش خودم چون روانشناسی رو گفتم خوندم، نه به عنوان اینکه پرکتیس کنم،
میدونیم که ما معمولا دنبال کارا و رشته‌هایی میریم که دوست داریم. فرضاً موقعی که من رفتم مربی ورزش شدم، وسواس خودم نسبت به وزنم و هیکلم بود که اون علاقه شدید منو به ورزش و تغذیه و نمیدونم این داستانا کشید. و اون زمانی که متوجه شدم که بیماری وسواس دارم، برام جذاب شد و شروع کردم اینو خوندم برای خودم که ببینم داستان چیه، چجوری میتونم بیماری وسواسم رو روش کار کنم و شفا بدم بدون اینکه بخوام دارو یا چیز استفاده بکنم. بنابراین در زمانی که من داشتم این کارو میکردم، دو تا روانکاو بودن، یکی دکتر شوستر بود، الان اسمش رو یادمه، شوستر اینستیتوت که در ون نایس چیز داشت، و یکی دیگه در بیولی هیلز، الان اسم توی کلم نمیومد. اینا جزو دو تا پزشکایی بودن که زمانی که یک قرص برای مشکلات روحی و روانی و افسردگی و بایپولار و نمیدونم داستان میخواد در بیاد، برای اینکه FDA اونها رو اون قرص رو اپروف بکنه، 5000 نفر باید این قرص رو استفاده بکنن و اینا میومدن عد میدادن توی UCLA و تو روزنامه و مجله و این بر اون بر که ما میخوام شما والنتیر، کسایی که میخوان والنتیر بشن، برای هر هفته شما 4 بار در هفته باید برین، $50 هم بهتون میدادن برای هر دفعه که میرفتین، پول پارکینگتون هم میدادن، هر هفته آزمایش ادرار و خون و نمیدونم مغز و قلب و تمام این آزمایشات رو میگرفتن و یه سری لیست بود که این لیست سوالا همون یه دونه لیست بود، ولی شما هر هفته که میومدین اون لیست رو دو مرتبه بعد میزدین از 1 تا 10، که فرضاً از زمانی که این قرص رو شروع کردی استرست از این فلان کجا رفته، نمیدونم خواب شبت کجاست، شماره 1 تا شماره 10، نمیدونم چیز، و میلیون ها پول خرج میشه سر، چون میدونیم که فارماسیوتیکال ها قربونشون برم تمام چیز داره روی دست اونا میچرخه دیگه، برای دارو و دوا و این داستان ها. و خود تردوی این روانکاوا به من گفتن که سودی پول دانشگاه و چیز شدن ما، سایکایتریس شدن ما رو فارماسیوتیکال ها میدن، اینا خودشون پول دانشگاه و همه چیز ما رو میدن که بعد ما بیایم بیرون که قرص و دارو تجویز بکنیم. بنابراین اتفاقی که میافتاد اینه که فرضاً شما باید وقتی والنتیر میکردین، فکر کنین بین 3 تا 6 ماه باید هر هفته میرفتین، هر هفته $50 میگرفتین، بعد نمیدونم داروتون هم که مجانی بهتون میدادن، 1 ساعت هم میشستین با روانشناس صحبت میکردین، و بعد 5000 نفر باید این روشون تست میشد، و بعد از این همه دوران به خاطر اینکه اون قرص انقدر قوی نبود FDA پسش نمیکرد، چون افراد نشون نمیدادن که فرضاً یه بمب آنچنانی شده یا یه تغییر آنچنان شده. در این حال اینا یه سری از گروه واقعا داشتن قرص رو میخوردن، میدونیم که این تحقیقاتی که میشه یه سری هم پوسیبو میخورن که قرص شکره، فقط اون چیزی که مغز من و شما وقتی که متوجه میشه من کلسترولم بالاست او دارم قرص میخورم، پس تو ذهنمون فکر میکنیم که آره کلسترول بعد من اومده پایین و نمیدونم خوب شده، فقط اون تریک یا حقه بازی ذهنیه که زده میشه. اوکی؟ ولی بعد از این همه داستان و این همه بروبیا و نمیدونم این همه این داستانا، دو مرتبه متوجه میشدیم که اوکی دارو کارش 100% نیست، و شما میبینین که فرضاً شما چه میدونم یک دونه قرص، من اینو بارها گفتم، شما یه دونه قرص که میخورین، این یه دونه قرص امکان داره که چیز باشه. حواسم رفت به روی اینستاگرام که ما باید 58 منس قطع میکردیم، ولی با این داستان هنوز داریم ادامه میدیم و میگه هنوز وقت دارید. خیلی جالبه. اوکی برگردیم، تمرکزمون رو از دست ندیم، سنتر بشیم، بیایم توی مرکزمون. پس نتیجتاً یک دونه قرص، به خاطر اینکه من همیشه گفتم انسان‌ها انقدر متفاوتن که یک قرص با اون کمستری و بیولوژی و نمیدونم تمام فعل و انفعالات این شخص، یکی رو خراب میکنه، یکی رو حالش رو خوب میکنه، یکی نمیدونم هر داستانی میشه. ولی کلن
در اینجا میخوام به همه تون بگم دوستان که همون جوری که من باز هم معتقد هستم که ما اعتیاد رو نمیخوایم ترک بدیم، بلکه میخوایم مواردی رو که گرایش به این رو به طرف مواد مخدر رفتن و ادامه اون رو داره انجام میده، میخوام بریم از اونجا شروع کنیم، از پایه اول. اوکی، فانتاستیک، give me a break, 2 minutes, I can restart the Instagram again. Okay, no problem, I'll just restart the Instagram so they don't lose this last 8 minutes. Thank you. Okay. پس بنابراین دوستان عزیزم، اگر که چند تا انتخاب میخوام بهتون بدم و همونطوری که گفتم به خاطر اینکه اعتیاد، من همیشه باورم این هستش که ما نمیخوایم علائم رو از بین ببریم، اونا زنگ خطرهایی هستن، هوشیارهایی هستن که دارن به ما آلارمه میاد بالا، میگه هی حواستو جمع کن، یه چیزی خرابه. پس اعتیاد اون علائمیه که داره میگه که یه سری مسائل و ایشوهای زیری خرابن که ما داریم مواد مخدر رو به عنوان ماسک به خاطر چسب زدن روی مشکل عمیق‌تری که یا مشکلات ریشه‌ای‌تر و عمیق‌تری که ما براش راه حل نداریم، نمیدونیم چجوری با این حس، با این احساس، با این مسائل، با این بیهیویرز، با این عادت‌ها، با این رفتارها، با تکرار اینها، با وسواس تکراری اینها کار بکنیم و نمیدونیم باش چیکار بکنیم. اوکی، پس اعتیاد رو ولش کنین، به خاطر اینکه ببینین تمام اون کسایی هم که میرن توی ریهب، چون من میگم با بچه های مختلف کار کردم که اعتیاد داشتن، میرن یکی ممکنه یک بار یه ریهب تموم بشه، یکی ممکنه 2 بار، 3 بار، 4 بار، 6 بار، 10 بار. ولی یه چیزی رو که میخوام بهتون بگم این هستش که به خاطر اینکه خود من انرژی درمانی میکنم، من هیلر هستم و شمنم و روی روح افراد کار میکنم و شمنها معتقد هستم که اعتیاد نشانه آگاهی، حساسیت، بیداری هستش و کسانی که به مواد مخدر کشیده میشن یا کسانی که مریضی یا بیماری میگیرن یا مشکلات روحی و روانی، تمام نشانه این هستش که این راه منه و من خودم باید خودم رو شفا بدم و بعد بیام به دیگران کمک کنم. اوکی؟ پس نتیجتاً ما این رو دیدیم که اگرم راجب شمن ها نمیدونین، من 12 جلسه وبینار راجب شامنیزم گذاشتم، مدیسن من ها، اون طبیب های اولیه که دکتر شما بودن، روانکاو شما بودن، روی روح و روانتون کار میکردن، نمیدن با گیاه و تمام این داستان ها. بنابراین اگر که ما با انرژی درمانی میتونیم مموری یا خاطرات دی ان ای رو پاک کنیم. دوستان، من آدمی نیستم که از کارم تعریف بکنم، ولی طرف اومده پیش من جلسه گرفته که روز بعد به من میگه که یادم نمیاد چه مشکلی داشتم یا مشکلاتم چی بود که اومدم پیش تو، اصلا به خاطر نمیارم. یعنی چی؟
یعنی این که در مموری ما، در خاطره ما، همونجور که عضله مموری داره، ذهن مموری داره، یه دی ان ای خاطراتیه، اینا یه انرژیه و با پاک کردن این انرژی شما اون رفتار تکراری یا اون نیاز یا احتیاج که من بعد مواد مخدر بکشم رو از دست میدی، اینا پاک میشن. اوکی؟ پس اون خاطرات، مموری خاطراتی که من مواد میکشم میتونه پاک بشه. ما سیاه و متدهای مختلفی داریم که بتونیم این کار رو انجام بدیم، ولی کلا خود من، کار من یه جلسه است. خیلی دیگه داستان بشه دو یا سه جلسه. چرا؟ برای اینکه ما میریم توی روت، مرکز داستان، و اون رو ریلیسش میکنیم، پاکش میکنیم. اوکی؟ به جای اینکه ما بریم و بیایم اینو امتحان کنیم و اونو امتحان کنیم و اینو امتحان بکنیم. ولی تمام این داستان ها هست. ولی به خاطر داشته باشید اگر بچه ها رو به ریهب میفرستین، خودتون هم باید برین. شما هم احتیاج به تریتمنت و بهبودی دارین. شما نمیتونین فکر کنین که اون مریض شما نیستین، اون بعد بره، اون یه چیزی چه یه مشکل داره، شما ندارین. برابری، همدردی، یکی شدن با همدیگه فرق نمیکنه. شوهرتون اگه داره ریهب میره، شما هم باید باهاش برین. شما باید یاد بگیرین. خودش درسه که با کسی که اعتیاد داره ما چجوری همش عشق باشیم، چجوری درک و فهم باشیم، چجوری. و اینجا میخوام بگم که آنلاین کورس اون 18 تا کلاس رو حتما بگیریم و گوش کنین، چون خیلی بهتون کمک میکنه وقتی خودتون رو پیدا میکنین، وقتی در این لحظه حضور دارین، وقتی یاد میگیرین چجوری خودتون و دیگران رو شفا بدین. همتون رو میبوسم، این برنامه رو قطع میکنم. برنامه لایو بعدی روز چهارشنبه هستش. برای همین من به خاطر اینکه یک سری از دوستانمون که زبان انگلیسی صحبت میکنن از من خواستن که چرا به زبان انگلیسی با اوچه میریم فارسی، امکان داره که ما یه روز از این لایف ها رو به زبان انگلیسی بذاریم، برای بخصوص جوون هامون که فارسی رو خیلی خوب نمیفهمن و کانکت نمیکنن با زبان فارسی، و یک روزش به زبان فارسی باشه. همتون رو میبوسم، امیدوارم که این برنامه کمکتون کرده باشه، کمک بکنه. خواهش میکنم این برنامه رو برای همه کسانی که اعتیاد دارند و ندارند بفرستین، چون خیلی ها فکر میکنن اعتیاد ندارن باید این برنامه رو بشنون، یه سری فکر میکنن کسای دیگه دارن ما نداریم باید این برنامه رو گوش بکنن. بنابراین خواهشان، وقتی هم که روی یوتیوب برنامه منو نگاه میکنین، دوستان یک ثانیه است. شما میرین یک ساعت برنامه رو نگاه میکنین، یه ثانیه طول میکشه که سابسکرایب کنین، لایک کنین و شیر کنین، برنامه ها رو شیر کنین که انرژیش در سرکولیشن بیفته. و همونطوری که میرین برنامه رو نگاه میکنین، به قول خودتون انرژی میگیرین، شما هم برنامه رو لایکش کنین، شیرش کنین، برای دیگران بفرستین. قربون همه تون میرم، برم، میریم. من که روز خیلی خوبی رو برای همه تون آرزو میکنم، روز و شب خیلی خوبتون، و تا برنامه آینده، I love you. Thank you. Yes. Bye-bye.